با سلام و درود خدمت هممیهنانم، زنان و مردان ایران زمین، جوانان دلیر و کوشنده به جان، زندانیان سیاسی، خانواده های کارگران زندانی، مبارزینی که در میدان همکنون دارن این جنبش آزادی بخش ملی ایران و انقلاب ملی ایران رو به پیش میبرن. اخبار آنقدر زیاد هست که از کجاش ما باید شروع کنیم، ولی قبل از اینکه من سراغ اخبار امروز برم، هممیهنانم گزارش رو داشتم همین چند لحظه پیش به فیسبوک لایو میدادم. دوستانی که دوستان فیسبوکی من هستن و از سراسر جهان داخل و خارج از کشور میان و اونجا با هم گفتگو میکنیم، بحث مهمی مطرح شد که از من پرسیدن که به اصطلاح نوع مراوده‌ای که ما خواهیم داشت با کشورهای دیگر اگر که بتونیم این انقلاب ملی خودمون رو پیروز بکنیم، این نوع مراوده چگونه خواهد بود. و این مراوده است که ما همین الان هم به لحاظ دیپلماسی به توسط برخی از نمایندگان و مسئولین دولت‌های مختلف دنیا در اروپا، در آمریکا که خب می‌شناسن ماها رو، سوابقی داریم، تماس می‌گیرن. بارها می‌خواستن با من دیدار خصوصی بکنن نمایندگان کنگره و بخشی از نمایندگان استیت دپارتمنت. خب من چون هنوز به این مرحله انقلابی شدن جامعه نرسیده بودیم پاسخ مثبت نمیدادم، ولی خب الان دیگه پاسخ مثبت میدم، چرا که میشه باید رفت مذاکره کرد و به اونها چیزی رو که میخوایم اعلام بکنیم به عنوان نماینده بخشی از مردم ایران. مسئله اساسی این است که ما به این عزیزان میگوییم که یک، مردم ایران به لحاظ عددی و شماره و به اصطلاح حتی نظرسنجی خود مؤسسه گالوب متحدترین مردم هستن با ایالات متحده آمریکا و دوست دارن آمریکا رو، پس نیازی به جنگ یا درگیر شدن با مردم ایران نیست. اگر که حکومت ولایت فقیه تروریست به کشور منطقه حمله میکنه، در طول 40 سال عمرش باعث کشته شدن هزاران سرباز آمریکایی در زهران، در لبنان، در عراق و جاهای مختلف شده، مردم ایران اینو نمیخوان و به همین دلیل هستش که ما مطالبات ما این هست. با توجه به اینکه به صدای فشار کاری زیاده، چیز زیادی هم وصله، بعضی وقتا برنامه تلویزیون قطع میشه، به طور خلاصه بخوام بگم ما به اینها اعلام کردیم که مردم ایران به هیچ وجه دنبال دشمنی با هیچ کس نیستن. مردم ایران خواهان یک آینده دموکراتیکن. با تمام کشورهای منطقه که صلح دوست باشن، صلح دارن، دوستی دارن، مودت دارن و آینده ایران آینده خاورمیانه رو رقم میزنه. اگر ایران به یک مدار درست صلح‌جویی، عدالت‌جویی، مدرنیسم، چیزی که اکثریت جوانای ایران میخوان، به غلطه کارگرای ایران میخوان، معلمای ایران، دانش آموزان، دانشجوهای ایران میخوان، اثر دستر روی تمام خاورمیانه این اثر مثبت رو میذاره. کما که از سال 1357 هم که با اون توطئه های جهانی و ناآگاهی بخش ما دیدیم که یعنی در کل خاورمیانه همین اتفاق افتاد. یعنی چه اتفاقی؟ این که خاورمیانه وارد فضای وحشتناکی شد که جنگ و خونریزی و آتش و این چیزها در کل منطقه دامنگیر شد. به هر حال نتیجه دستاوردهای این سفرها این است که تحریم همه جانبه حکومت، به خصوص سپاه، بیت رهبری، بانک ها و بخش نفتی که پول چماق به دستی رو به دستی حکومت میده که مردم رو سرکوب و تاراج کنن، دیگر به اینها داده نمی شود و این دستشون خالی میمونه که نتونن مردم رو سرکوب کنن. مثل 88 سالی یه روزی 400 هزار تومن نتونم بدم به یه چماق به دست بیاد جوانای مردم و انقلابیون رو بزن. علاوه بر اون این که به اگر اینترنت رو بخواهم ببندن که خوشبختانه نمیتونن ببندن، من همین الان دوستانی در فیسبوک و جای دیگه دارم که عزیزان خوشبختانه از طریق فیسبوک داخل ایران توی اتاقای کنفرانس حمایت از انقلاب ملی ایران میان و بدون اینکه هیچ مشکلی داشته باشن پیامشون رو میدن، برنامه رو میبینن، پرسش و پاسخ میکنیم و خوشبختانه نشون میده اینترنت رو حکومت نمیتونه بزنه چون خودش هم از بانکی و روابط بین المللی به اینترنت نیاز داره. پس
این هم علاوه اینترنت که گفتن حتی اگه بخوان این کارو بکنن همین الان به عراق و سوریه پشتوانه اینترنت رو دادن و این پشتوانه اینترنت در مرزهای ایران یعنی از طرف عراق استانهای مرزی با غرب و طرف افغانستان استانهای شرقی همشون اینترنت خواهند داشت، بقیه هم با وی پی ان و احتمال زیاد امکانات دیگه هم فراهم خواهد شد که به هیچ وجه اطمینان به مبارزین داخل کشور میدم اینترنت از دست نخواهد رفت و کماکان همینطوری که داریم با امکانات مختلف این جنگ سایبری رو ما برنده خواهیم شد. این لحاظ به صورت حمایت های اینترنتی است. به علاوه اینکه اگر حکومت بخواد دست به خشونت مثلا اوریان بزند آمریکا و تمام کشورهایی که عضو شورای امنیت و سازمان ملل هستند دارن نظارت میکنند و بلا فاصله عکس العمل اینو در مقابل خشونت حکومت ادامه خواهند داد. ضمن اینکه خود مردم هم الان تعداد زیادی این آمادگی مبارزه رو در رو رو دارن و خبر داریم در بسیاری از جاها مردم خودشونو کاملا آماده کردن برای مرحله نهایی ره که اگر حکومت توی اون فاز خاص وارد بشود خب مردم هم امکانات خودشونو فراهم کردن، به خصوص که بخشی از ارتش، بخشی از بدنه سپاه و بسیجیایی که دارن کارتاشون رو میسوزنن توی تلگرام ها نشون میدن و میپیوندن به مردم، اونها هم میپیوندن و ما نیروی مسلح محافظ خودمون رو از درون خودمون داریم، همین الان هم داریم، حتی از یک سال پیش بخش بزرگی به ما به جنبش سلام جان جانم بله بفرمایید میپیوندن. حالا من میخواستم دوستم به سایت خبرگری سری بزنه و اونجا مسئله کشتی سانجی رو دنبال بکنیم که خود چینی ها و بی بی سی هم در این باره اعلام کردن که اگر این به اصطلاح نفتکش پیام های ما رو جواب میداد، اگر که این نفتکش چراغهاش رو خاموش نمی کرد، اگر که این نفتکش رادارش رو خاموش نمی کرد، پاسخ به پیام های راداری ما میداد و مسیرش رو عوض نمی کرد، در نقشه جهانی که یک کشتی یا یک هواپیما برای یک مقصدی حرکت میکنه یک باند پرواز یک مسیری داره که الان اونایی که با گوگل مپ کار میکنن از بالا از فضا میتونن ببینن اون مسیری رو که هواپیما دارن، چندین هزار هواپیما که رو آسمونه قشنگ دیده دونه دونه شون با شماره شون میشن مبدا کجاست مقصد کجا. همینطور کشتی ها و این کشتی نفکشی مال سپاه پاسداران هست خائنانه دستور میدن فرماندهانش که شما به کره جنوبی نرید و بپیچید به سمت کره شمالی و این بازگشت به سمت کره شمالی و وارد آبهای چین شدن و پاسخ به اخطارهای چین به 20 اخطار اونا پاسخ ندادن و اونا احساس خطر کردن که این کشتی ممکنه توش بمب اتمی باشه، بمب میکروبی باشه، هیچ جوابی نمیده، توی اصلا نقشه دستور جهانی نبوده که یه کشتی به این طرف بیا. خوب کشتی بزرگ نفتکش انبار نفته، خب بلاچار با موشک زدنش و تمام بین الملل هم حقو به چین دادن و این عزیزان ما این کارگران زحمتکش بخش حمل و نقل نفت فدای نابود کردن این کشتی، این عزیزان، خود این عزیزان و منابع نفتی شدن که میخواستن به طور قاچاق و غیرقانونی به کره شمالی برسونن و از کره شمالی بازم امتیازات نظامی بگیرن. دقیقاً حکومت هست که باید پاسخ این خونهای ریخته شده و این جنایت جدید رو بدهن و بالاخره دروغ‌هاشون رو میشه وقتی بی بی سی که همدست خودشونه میاد میگه، وقتی مسئولین چینی میان میگن و به ناچار دیگه نشون میدن که این حکومت واردگر و دوز این بلا رو بر سر به اصطلاح این کارگرا آورده و اینها رو به کشتن داد، کارگران بخش حمل و نقل نفت رو در این نفتکش. ما مردم ایران، خانواده‌های عزیزان، دیشب هم بوشهر شلوغ بود بر سر همین مسئله تشییع جنازه بخیرا و تظاهرات بزرگی شد در بوشهر، تیراندازی سعی کردن فاز رو ببندن که خبر نیاد ولی نتونستن و اخبار اطلاعات کاملا رسید و ما تونستیم که از طریق تلگرام خبرگر اونا رو منتشر کنیم، تظاهراتی رو که در به اصطلاح بوشهر شده بود در رابطه با همین به اصطلاح کشته شدگان اون کشتی که بیشترشون کارگران بوشهری بودن. واقعا دیگه از تسلیت و این حرفا گذشته، باید فقط قیام کرد، باید انقلاب کرد و این مسئولین خائن رو که برای منافع نظامی و اقتصادی شخصی خودشون
هزاران نفر رو به کشتن میدن، صدها کارگر رو میسوزونن، به اعماق دریا میفرستن، از اریکه قدرت کشید پایین و محاکمه کرد، به تمام جهان نشون داد چقدر اینا پست و نامردن که اینجور کارگرها رو توی نفتکش ها به کشتن میدن، میسوزونن فقط واسه منافع نظامی و امنیتی خودشون و همدستی با یه دولت کره شمالی که علاوه تحریم سوخت و نفتی جهانی شده. اینم خب موضوع پر اهمیتی بود، باید درباره صحبت میکردیم. موضوع دیگه این است که جنبش سیویل رزیستنس و مقاومت مدنی مردم ایران با قدرت تمام ادامه داره و در کنار اعتراضاتی که مثل بوشهر، مثل ملایر، مثل اردبیل که تاکسی های سبز و بعد به سراسر ایران کشید، تمام تاکسی های سبز ایران اعتصاب کردن و پیوستن به این اعتصاب سراسری، در کنار کارگران اصلویه، کارگران پارس جنوبی، کارگران نیشکر هفت تپه، کارگران گاز کنگان، کارگران پالایش، قسمتی از کارگران پالایش به آبادان و کیسون اهواز، همچنین صنایع فولاد خوزستان، کارخانجات هپکو، آذرآب، تراکتورسازی تبریز، ماشینسازی تبریز، موتوژن و ترانسپوی زنجان و بخش‌های مختلف حمل و نقل که در زنجان هزار کامیون و نفتکش، در کرمان همینطور، در خلیج فارس، شرکت خلیج فارس جاده اسلام شهر تهران هم بیشتر از 1200 کامیون و نفتکش و خودرو خابیده و اونا همه در حالت اعتصابن. به این شواهد که نگاه میکنیم میبینیم داریم به طرف اعتصابات سراسری نزدیک میشیم، یعنی از جنوب تا نزدیک شمال غربی و بعد به طرف مرکز این دایره اعتصابات داره کشیده میشه. حالا خراسان هم چندی خبر کارگاه کوچیک اعتصابی داشتیم از سمنان و تظاهراتی که باز مردم سیستان بلوچستان داشتن، در زابل همچنین اعتراض به مسئله آبشون و همچنین مسئله زندانیایی که محاکمه‌شون نکردن، به خصوص بلوچا رو که در زاهدان تظاهرات کردن، مربوط به این از اینکه بی خبر بودن از زندانی‌های خودشون بود که نمی‌دونن اینا رو به جای دیگه منتقل کردن یا مثلا یا اعدام کردن یا هر چی، که چند هفته است ملاقات هم ندارن. به علاوه گزارش هم از ارژنگ داوودی قهرمان از زندان زابل داشتیم، فشارها روی ایشون هست، به شکل انفرادی در گوشه هواخوری ایشون نگه می‌دارن، هیچ امکانات حیاتی اونجا نیست، حتی یک صندلی واسه ملاقات زندان نیست، بچه‌ها بیشتر بی‌سوادن و مردم منطقه 80% بی‌سواد در حکومت جمهوری اسلامی بلا رو سر مردم ما داره میاره و از صدها کیلومتر راه میان ملاقات روی زمین خاکی میشینن، حتی یه نیمکت یه صندلی برای ملاقات کنندگان نمیارن تو زندان زابل بذارن و آب آشامیدنی خوبی ندارن، هوا هم که دائما تشباب میکنه، این باد به قول خودشون آتش میاره، خاک میاره رو سر همه مردم میریزه و اینجا اعتراضات در حال ادامه دادن هست. علاوه بر اون اتحاد بازنشستگان اعلام کردن که دوباره به اعتصاب خواهند اومد، به اعتراض خواهند اومد و منتظر هستند که به اصطلاح بقیه دوستانی هم که قبلا می اومدن توی این تظاهرات ها، مثل مارباختگان که در خراسان دیروز شروع کردن به اسم صندوق توس در مشهد تظاهراتشون راه انداختن و دانشجویان که به اینا می پیوندن، بیکاران و سندیکاها که دارن الان اعتصاب ها رو رهبری میکنن، رهبران کارگری ما مثل اسماعیل بخشی که دستش هم میشکنن چون اومده و گفته واسه مالکیت کارخونه رو خود ما کارگرا میگیریم، چون شما مدیرا دوز هستین و لیاقت مدیریت ندارید و خود ما کارگرا مدیریت خواهیم کرد و به همین دلیل هست که کارگرا متحد شدن. البته اسماعیل بخشی آخر شب که داشت میومد خونه، عوامل حکومت اسد بیگی، فتیاپور، سیامک افشار و بقیه مدیرا پول دادن یاد شما به دست سرشون گونی کشیدن و اومدن موقعی که اسماعیل بخشی داشته به خونش میرسیده، نزدیک خونش بوده، او رو مورد ضرب و شتم قرار دادن که منجر به شکستگی متاسفانه دستش هم شده. علاوه بر اون الان بحثی هستش که در به اصطلاح شرکت آلومینیوم المهدی که فشار زیادی هستش که بیان شرکت آلومینیوم المهدی رو هم براش مثلا قیمت گذاری بکنن، خصوصی سازی بکنن و اینو دوباره عده دزد و مفخور حکومتی بگیرن
و خیلی اصرار دارن اینم خیلی ارزون بفروشن و کارگرها فریادشون بلند شده در شرکت المهدی که اگر اینطور است خود ما کارگرها به شکل قسطی خریدار کل کارخونه میشیم، به شکل شرکت سهامی که زمانش ها سهام همه کارخونه ها رو به کارگر رو داده بودن، ما هم خودمون سهامدار میشیم، خودمون مدیریت میکنیم کارخونه رو. چرا اینقدر اصراری که این کارخونه رو مجانی بذارید در اختیار چهار تا ببخشید هیولای دولتی که از بخش دولتی خارج بشه خودمانی شده به جای خصوصی سازی خودمانی سازی، بعد ما کارگرام اول بسم الله یا اخراج و یا بیکار و مثل بقیه شرکت هایی که خودمانی سازی کردن اسمش هم میذار خصوصی سازی که دروغ هست. به هر حال هم درگیری طبقاتی سنگینه در تک تک این کارخونه ها، این اعتراضات هست و پیشنهاد ما به کارگرا همینه، همینطوری که اسماعیل بخشی در نشیکر رفته به گفت مدیریت ها رو باید خود کارگرها خود کارمندا به دست بگیرن، چون کسایی که اینجا به عنوان مدیر اومدن مدیر هم نیستن، یا پاسدارن یا آدم کشن یا آخوندن یا مفقرن، چیزی سرش از مدیریت و صنعت و کارخونه داری نمیاد که ما اختیارمون رو دست اینا بدیم. به لحاظ عقلی هم ما نباید اختیارمون رو به دست این هیولاها بدیم. این پیشنهاد نظر من هستش، حالا همکاران منم هم در همین راستا دارن حرکت میکنن. وقتی من خوشحال شدم تو سخنرانی دیروز حالا میشه به وقت ایران اسماعیل بخشی با شجاعت گفت ما کارگرا دیگه چونه واسه حقوقمون نخواهیم زد، میایم و شما رو بیرون میکنیم و دفاتر کارخونه و مدیریت کارخونه رو خود ما کارگرا میگیریم، ما لیاقتمون از شماها بیشتره. و این اتفاق فرخنده است که این حرف داره جا میفته تو بدنه طبقه کارگری و مزدبگیری. همچنین سپاه اومده ما در رابطه با شرکت مخابرات و به شکل فراتر از قانونی اومدن خودشون صاحب شرکت مخابرات دولتی شدن و هیچ کدوم حتی قوانین خصوصی سازی رو هم رعایت نکردن و عملا دور زدن اون قوانین رو. و الان این مسئله دکل‌های مخابراتی، خود مخابرات، شرکت‌هایی که لوازم مخابراتی می‌سازن، همه اینا الان با وضعیت بسیار اسف انگیزی روبرون، چون میدونن این مدیران دزد و غارتگر وقتی میان برای که چیزی رو درست کنن نمیان، اینا فقط میان که هر چیزی اونجا داره رو ببرن بفروشن و پولش رو به جیب بزنن برای بچه‌هاشون تو خارج از کشور در اروپا و آمریکا جای مختلف بریزن، اینا هم اینجا ریخت و پاش کنن مثل بچهای نوبخت معاون نمیدونم چی رئیس جمهور، دخترش پسرش همش توی آمریکا فلان میلیاردری دارن زندگی میکنن، مثل ابتکار پسرش اینجا میلیارده با پول ما مردم که ما خواستیم همه اینا رو FBI باید بگیره، CIA اینا رو باید بگیره، همه رو زندانی کنه، ببین چقدر پول دستشونه، این پول از کجا اومده، این پول کارگر زحمتکش مخابرات حالا بره تو جیب مدیرای خصوصی شده مخابرات روستایی و امثال اون که الان کارگرها اونجا اعتراض دارن و اینکه سپاه پاسداران به عنوان مالک شرکت مخابرات و تازه وزیر ارتباطات و فناوری هم که این محمد جواد آذری جهرومی هست، اونم یه دونه سپاهی اطلاعاتی و افسر سایبری هست، ما قبول نداریم که اونا بیان و برای ما این پروژه رو رقم بزنن. کدوم پروژه رو؟ پروژه خودمانی سازی شدن صنایع مخابراتی که امیدواریم با تظاهرات و اعتراضات سنگینی به پیگیری بشه و پیوند بخوره به بقیه اعتصابیون و اعتراضیون فازهای مختلفی که ما داریم و این عزیزان رو تنها که نباید بذاریم به هیچ وجه. و از سوی دیگر ما حمایت باید بکنیم از تمام این کارگرهای رزمندهی که میان، از خارج براشون کمک بکنیم، اگه خودتون مستقیم میتونید بفرستید بفرستید، اگه نمیتونید از طریق دونیت خبرگر و شماره حسابایی که ما اونجا اعلام کردیم روتین نامبر همه چی هست که این وظیفه رو 4 سال و نیم ما داریم انجام میدیم برای صندوق‌های حمایتی، برای خانواده‌های زندانی، برای زندانی‌های سیاسی، برای اعدامی‌ها، برای کارگرای مختلفی که مبارزن، کادرهای مبارزاتی خودمون، عیاران معیشت، کسایی که برای سایت، برای تلویزیون، برای جاهای مختلف دارن کار میکنن، بخواد این مزد چیزی بگیرن بتونن کار انجام ادامه بدن و این صدای دادخواهی خاموش نشه. مجموعاً ما تصورمون بر این هستش که مرحله تغییر نظام فراهم رسیده و این خصوصی سازی ها و این اعتراضات کارگری و ادامه این اعتراضات میتونه به سرنگونی حکومت بیانجامه. از اتاق فرمان خواهش میکنم که خبر بعدی که مربوط به آقای اسماعیل بخشی است که در نشیکر هفت تپه بر اثر حمله گزمگان رژیم مسدود شد را هم بگذارن. همیهنان ما
این زن کارگر دلاور و اسماعیل دلاور بخشی رو بشناسن که قیافش و تیپش رو ببینین. این کارگر شجاع دلیر اعلام کرد که ما مالکیت کارخونه رو در دست خودمون میگیریم و خودمون مدیریت میکنیم، چون شما عرضه این کار رو ندادیم. و به همین دلیل شب که داره میره خونه کتکش زدن و دستش رو شکوندن، آسیب زیادی زدن بهش. امیدواریم که ایشون رو بقیه کارگرها تنها نذارن، همیشه همراهش برن، باهاش برن، بیان دو سه نفر شبا شیفتی پیشش بمونن و هر جا بیرون میاد خبر بده به همکاراش. همون گارد اطمینانی که ما میکردیم دیگه، زمانی که سندیکو من بودم تو تهران همین کارا میکردیم. اسماعیل جان الان هم همکارات باید از توی همچین سنگر حفاظتی درست کنن که صدمه نخورید. و این من خواستم قیافه این اسماعیل بخشی عزیز همینان ببینن. اینا رهبران در میدانن، کسانی که دنبال رهبر میگرده، رهبر در خود میدون مبارزه ایستاده با دلاوری تمام و میگه که من اینجا هستم برای دفاع از حقوق مردم ایران و تفکیکم نمی کنه کرد، لور، زن، مرد، بیدین، بادین، مردم، انسانگرایی. و امیدواریم اسماعیل بخشی این رهبری رو بتونه تا روز پیروزی انقلاب ملی ایران ادامه بده، حق خودش رو و حق همکاراش رو از این جانی ها بگیره. خب من با اجازتون یه قلوب آبم بخورم، از صبح دارم همینطور گفتگو میکنم. بخش بعدی خبرها و تحلیلها رو ما میخوایم بذاریم روی تبلیغ کار سازمانی و تشکیلاتی. یعنی الان شما ببینید اون جایی که ما قبلا سندیکا تشکیل دادیم، یارانی پیدا شدن راه و ادامه دادن، خودشون تشکیل دادن حتی یا ادامه دادن، قوی تر جنبش داره برخورد میکنه، مقاومت میکنه، اعتصاب میکنه، صداشو جهانی میکنه، چون تشکل ایجاد شده. تشکل تقسیم مسئولیت میکنه، هر کسی یه گوشه کار و قرار مسئولیتش رو میپذیره انجام بده، یکی فیلم بگیره، یکی بنویسه، یکی شعارها رو تنظیم کنه، یکی شعار بره در بیاره، یکی تایپ کنه، یکی نقاشی کنه، یکی کاغذ بخره، یه دی پول جمع کنن و همه این کارها رو جمعی موقع انجام بدیم میشه یه سندیکا، میشه حوزه حزبی، میشه یه تشکیلاتی که جمعی دیگه داره کار میکنه و فردی دیگه نیست. پس ما با این کار تشکیلات سازی، سندیکا سازی، حزب سازی، انجمن سازی، نیروهای پراکنده رو تبدیل به این نیروی قدرتمند میکنیم که گیج نیست دیگه، همه دوره هم جمع نمیشن. وقتی میریم تو میدون، توی تظاهرات، توی راهپیمایی، فیلم بردارامون میرن دو سه طرف وای میسن، از دور فیلم میگیرن که فیلم ها به این نره و دو سه نفر که یه دوربین به این رفت بقیه دوربین ها کار کنه، اگه یکیش خراب شد اون یکی تصویر گرفته باشه. دوم اینکه طرفی که رهبری جنبش بودشه میره جلوی صف سخنرانی میکنه یا پرچم میگیره یا داد میزنه، بقیه میدونن این داره تعیین مشی میکنه، یا کسایی که پرچم دار میشن پلاکارد کار باید بیارن، تابلو باید بیارن، اونها هم همچنین. و بخشای دیگه هم که شعارها رو باید بدن، فریاد باید بزنن، چجوری سازماندهی کنن خیابون موقع میان، اگه نیروی موتور سوار حکومتی هم بکرد دهن خودشون رو دهنه صف رو باز کنن، اوی موتوری ها میان ببندن، از دو طرف بسته میشه، موتوری رو بکشن پایین رو بزنن زمین و لباسش رو در بیارن، کارت شناسایی، بی سیم، لوازم، همه چی لخت مادرزاد کنن که همونجا گیر کنه، بازجوش هم همونجا میشه کرد که از فرمانده میدان اوضاع چه خبره، کیه، نقشه به اصطلاح حفاظتی حکومت چیه، بعد ماشین و موتورشون رو بگیریم، با همون ماشین ها و موتورها بریم سراغ ماشین ها و موتورهای بعد اونای دیگر هم بگیریم و به اصطلاح هی به قدرت خودمون اضافه کنیم. اینا هم که در حال ریزش و ترسن. سندیکای نقاشان اربازی بیانیه خوبی داده که اگه بتونه اتاق فرمان هم آرمشون رو نشون بدن که روی صفحه اول هست به عنوان سندیکای نقاشان ارباز که زنده یاد شاروخ زمانی هم بعداً با اونها تو کرج همکاری میکرد، بیشتر از آذربایجان اومدن و این بیانیه در حمایت از جنبشی است که در ایران رخ داده و سندیکا خواهان آزادی مهدی توپچی و تمامی زندانیان سیاسی شده و همچنین داره آدرس میده که چطوری کارگرها متحد و متشکل شن، اعتراضشون هماهنگ بکنن، مبادا که اگه هماهنگی نباشن کسی نیروها همدیگر رو خونسا کنن و نیروهای حکومتی از اون وسط بیان بالا. پس یادمون باشه
ما در جریان مبارزه چندین کار پیوسته، یعنی بخش اطلاع امنیت هم سندیکا داره، بخش حقوقی هم داره. حالا بگیم سندیکا، انجمن، حزب، من با سندیکا کار میکنم، همیشه میگم سندیکا. و این بخش اطلاعاتی راهکارا رو میاره، دو تا چهار و تا پاسبونا هم میان نمیان، عقبمون چه خبره، چپ چه خبره، راست موبایل ها همه شارژ داره که بلافاصله فیلم برداری بشه از حمله های حکومتی که ضرب و شتم میکنن، تو دوربین قشنگ بگیریم اینو به دنیا بفرستیم و دنیا هم حمایت کنه. شما نکنید الان بسیار نشریات خارج از کشور اومدن پای این جنبش، NBC، BBC، CNN، Voice of America بین المللی، نیویورک تایمز، وال استریت جورنال، دیلی بیست، نیویورک تایمز، لس آنجلس تایمز، همه، یعنی دنیا منتظر تغییر در ایران است و حمایت همه ما مردم میکنن. فقط ما بایستی جلوی سرکوب برنامه ریزی شده مأمورین امنیتی رو بگیریم. ببینید اونا میان روی حساب کتاب 2300 جوان الان بردن، از جمله مهدی توپچی فعال کارگری و فارغ التحصیل رشته معماری که در شب 14 دی 1396 از منزلش رو بوده شد همراه لوازم شخصیش به زندان اوین بردن، به دنبال پیگیری هایی که صورت گرفته توسط خانواده و اینها گفتن که نه ما گذشته میکنیم. اصلا معلوم نیست جرم این آدم ها که میگیرن چی هست، اول میبرن اون تو، بعد جرم تازه میتراشن. به هر حال این خبرهایی که میاد اینطور میبرن، میبندن، دستگیر میکنن و سندیکا ها مجبور میشن بیان بیانیه بدن، خود به خود حرکت های سندیکای محافظه کار رو هم تبدیل به حرکت های سندیکایی چی؟ رادیکال و دادخواهانه و فریاد زن میکنه که دیگه تسلیم توطئه ها و دروغگوی این اصلاح طلبان حکومتی هم ما نباید بشیم. ما الان دستاورد پیروزی این انقلاب رو تو چنگ خودمون داریم. خب یک خبر دیگه هم داریم مربوط به دستگیری شاعر ایلامی و عدم اطلاع درباره او. ما الان اطلاع رسانی میکنیم، همین الان بدونید که شاعر ایلامی که دستگیر شده به نام ژاکان باران یا حسین باری در منطقه ساغر ایلامی برای دومین بار دستگیر شده از 25 دیما و خانوادهش و دوستانش از او بی‌خبرند و این شاعر به اصطلاح الان جانش ممکنه در خطر باشه. تعداد کشته‌های زیر شکنجه به 9 نفر رسیده، 9 جوان رو کشتن و ما بایستی که نگذاریم بی بقیه رو بگیرن و اگر هم هست باید آزاد کنیم، از زندو ما بیاریم بیرون. بچه ها عشق ما، عشق ایران هم، عشق زندگی هم، عشق کارگران، برای کارگران گیتار میزنن، برای کارگران خودشون کارگران خیلی هاشون، یعنی به جز اینکه کارگر هنری و موسیقی هستن، کارگر یدی، کارگر دستی هم هستن. لذا به نظر میرسه که پشتیبانی همه ما باید بره به طرف جلوی زندان اوین، زندان رجای شهر، زندان کارون، هر جایی که زندان اصلی است و از اونجا ما داد بزنیم که یا زندانی رو آزاد کنیم یا ما رو هم ببریم پیششون، کاری که در رابیش گناوادی کردن چند روز پیش و موفق شدن 4 تا از زندانیاشون رو آزاد کنن و رفته بودن تا جایی که در زندان اوین هم بکنن. البته خبر داریم که دیروز هم حکومتی‌ها تو کوار، شهرستان کوار، محل ایل به اصطلاح قشقاییه، اونجا رفتن حمله کردن به ایل قشقایی و کلی جوان‌ها رو دستگیر کردن، اسلحه‌هاشون رو گرفتن. اونا خب بیابونگردن، چوپونن، هنوز باید برن تو کجاها به تفنگ به این چیزا احتیاج دارن که با حیوان به یه چیز پیش‌بینی نشده رو در رو نشن. ولی به هر حال این به اصطلاح کاری که داره پیش میره، یعنی اینکه ما باید بریم جلوی زندان ها جمع بشیم، فریاد زندانی سیاسی آزاد باید گردد 24 ساعت تو دهن همه ما بیفته، چیزی باید بشه که سراسر کشور رو بپوشونه، تبدیل به اون اعتراض سراسری هایی بشه که یه شاخه زندانی سیاسی، کارگر زندانی آزاد باید گردد. اینا همه باید مستتر بشه در این انقلاب ملی که جزء خواسته های اساسی و اصلی ماست. به هر حال ما الان یه خبر دیگه داریم که در فضای دانشگاه هم بعد از اینکه جوانای ما خوب جنگیدن، تظاهرات کردن، بسیاری جوانا از 13 آذر به جنبش کارگری پیوستن و جنبش خودشون رو جنبش کارگری نامیدن، تئاتر کارگری بازی کردن، حالا حکومت اومده انتقام میگیره، این دانشجوهای فرهیخته و با ارزش رو میاد دستگیر میکنه و الان
تعداد زیادی از این دانشجو، حدود 9000 نفر ما الان زندانی داریم در رابطه با این انقلاب ملی ایران. 9000 نفر آخری آمار من گرفتم. این 9000 نفر زندانی اکثریتش دانشجوان یا دانش آموزن و الان که اینا به میدان آمدن، حکومت دیگه به طور غیرقانونی حمله میکنه، شب تو خونه اینا میدوزه و برمیداره میبره. اینها نباید تنها بمونن، باید پشتیبان داشته باشن، وکیلای خوب داشته باشن و در محیط دانشگاهی اعتراضات سراسری بشه که دیگه نتونن دستگیر کنن. الان برای این میتونن دستگیر کنن که ما هنوز جنبش خودمون رو تبدیل به اعتصاب سراسری دانشگاهیان در کنار اعتصاب سراسری کارگران نکردیم. برای این پروژه کار کنیم. هر کی که صدای منو میشنوه داخل این استعدادا رو داره، باید بره به طرف اینکه یه دستش تو دست دانشجو باشه، یه دستش تو دست کارگرا، که اینا بتونن با هم بیاره جلو و از این پیش تاریخ رد کنیم با نیروی اتحاد دانشجو، کارگر، معلم، اتحاد، اتحاد. با همین شعارها بوده که تا الان این انقلاب ملی خط مش خودش رو برای همه روشن کرده. و این دستگیری و بازداشت دو مهندس جوان هم که در همدان خبرش الان منتشر شده، ادامه از همین وضعیت موجوده و همین تلاشی هم که ما الان کردیم تا الان برای آزادی همه زندانی ها، باید برای بقیه زندانی ها مثل همین عزیزان ما که مهندس هستن و در شهر همدان زندگی میکردن تسکیل کردن متاسفانه و هیچ کسی هم به فکرشون نیست الا که تمام دانشگاه وارد اعتصاب بشن در همدان و سراسر ایران تا این دوتا مهندس جوان دانشجو هم آزاد بشن. خب حالا میرسیم به یه جای دیگه. گروهی از آزادی خواهان نیویورک در دمای 10 درجه زیر صفر دوباره تظاهرات کردند جلوی سازمان ملل در حمایت از جنبش‌های داخلی کشور و برای آزادی زندانیان سیاسی که اینا تو شعارشون گفتن و برای پیروزی این انقلابی که در ایران هست. این عزیزان آمدن فریاد دادخواهی سر دادن، فریاد اتحاد سر دادن جلوی سازمان ملل. 3 تا ویدیو کوتاه خیلی خوب از این عزیزان هست ببینید، همین الانی که در داخل کشور مبارزه میکنید. در اینجا هم این انسان های فریخته، پزشک هستن، پروفسور هستن، دانشجو هستن، مثل من کارگر هست، همشون اومدن برای دفاع و پیروزی این انقلاب ملی ایران. با کمک اتاق فرمان ما ویدیوهای این عزیزان رو که زیر دمای 10 درجه واقعا سرد بود و برف سنگینی که اومده بود تماشا میکنیم. هر 3 ویدیو رو منم یه لیوان آب تو این فرصت بخورم. بله این ویدیوهایی بود که در جلوی سازمان ملل ملت گدایی می کند، آخوند خدایی می کند. ایران که شاه نداره، اصل و حساب نداره. نومار دیکتاتور این ایران، نومار
کشی؟ برادر ارتشی چرا برادر کشی؟ برادر ارتشی چرا برادر کشی؟ برادر ارتشی چرا برادر کشی؟ زندانی سیاسی آزاد باید گردد. 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 Human rights in Iran. بعد دیدیم که این همیهنا این انسانهای شریف اغلب هم دیدید برخی سنهای خیلی زیاد هم داشتن، کارشناس هم، پزشک هم، متخصص هم، استاد دانشگاه هستن، فرهیختگان ایران زمین هم که شرف دارن. 40 سال اومدن اینجا، 38 ساله، 35 ساله، 30 ساله، از نزدیک خیلی هاشون رو میشناسن، برای یه نون شب خودشون رو نفروختن. خانم دکتر هستش، خانم دکتر مهشید اسدی دلاور، یک بار که توی ایران ایشون رفته بود خدمت بکنه به مردم مجانی همون سال 57، و یه احمقی اومده بود به ایشون گفته بود که روسری باید سرت بذاری، و ایشون باهاش درگیر شده بود و روسری هم سرش نگذاشته بود و کارشون بالا گرفت. و خب ایشون تازه پزشک شده بودن، پزشک متخصص قلب هستن. در اینجا هم که اصلا به هزاران هزار ایرانی خودم من نزدیک دیدم خدمت میکنن بدون پول، بدون چشم داشت، جانشون رو برای ایران و مردم ایران گذاشتن، دوست دارن، علاقمندن، و ظاهرا هم هیچ ادعای سیاسی ندارن، ولی از همه هم سیاسی ترن، چون دشمن مردم رو میشناسن و مخالف نظام ولایت فقیه هستن و میگن هر کسی با این نظام مخالفت بکنه ما با او هم کمکش میکنیم، وظیفه‌مونه، و جان مایه میذارن تا پرژین پرید رو، این رژه باشکوه ایرانیان که صدها هزار نفر رو به تماشا وادار میکنه، به دست پلیس نیویورک پرچم شیر و خورشید رو میده و درفش کاویانی رو میده به دست ما که بتونیم راهپیمایی کنیم و یک روز نیویورک مال ما ایرانی ها میشه، به همت خانم دکتر اسدی و جناب دکتر سیروس اسدی، مهشید اسدی و سیروس اسدی و بقیه یارانی که آمده بودن. دیدید در این هوای سرد زن و مرد، پیر و جوان، دلاورانه، و اینطوری است که یک حکومت سرنگون میشه وقتی که نیروهای داخلی اون با نیروهای خارجیش، یعنی مردم در داخل و خارج، متحد میشن، اختلافا رو کنار میذارن، دعوای سر یه پرچم یا یه شعار یا اینکه آقا این مجاهد، آقا اون توده‌ای، آقا اون فدایی، آقا اون سلطنت طلبه، اون یکی نام چیه، اون پادشاه، اینها رو تفرقه است که حکومت ولایت فقیه روشون کار کرده، ما داریم شکست میدیم و همه ما کنار هم باید بایستیم تا روز آزادی ایران. اون وقت تشکیل مجلس مؤسسان، همه این احزاب هم، چپ و راست و نمیدونم سلطنتی و بیدین و بادین و کمونیست و سوسیالیست و لیبرال و دموکرات و هرچی که هستن، در کنار هم دفاترشون رو باز میکنن، روزنامهاشون فعال میشه، سندیکای کارگری آزادن، اتحادیه کار مطابق اعلامیه جهانی حقوق بشر تمام آزادی ها و حق کمپتیشن و رقابت رو دارن. وقتی کارگر رو ببینن مثلا اسانو بهتر کار میکنه، خب یا رئیس سندیکا تو شو، یا ما میم تو حزب تو. وقتی ببینن مثلا آقای ایکس بهتر کار میکنه، خب یا ما میم تو حزب تو، تو نتونستی خوب کار کنی، رقابت مزایای بیشتری برای ما گرفتی از کارفرما، از دولت، یا خودمون که مدیریت کردیم پروژه های بهتری برای مدیریت به ما دادی. این آمال بعد از پیروزی و سرنگون کردن حکومت و استقرار نظام دموکراتیک در ایران هست که حقوق همه رعایت شده، همه انسانی رفتار میکنن با هم دیگه. خب حالا شما میخوای هر حزبی هم باش حق داری، بقیه هم قبول نداشته باش حق داری، ولی در یک چارچوب دموکراتیک انسانی و تعریف شده این موافقت یا مخالفت رو میگه، نه الانی که هنوز نه به داره نه به باره، آقا اینا سلطنت طلب ما نمیان، آقا اینا نمیدونم توده ما نمیان، آقا براندازن با تو در یک نصف این راه میتونه باش بری، تا اونجا که میتونی حکومت کثیف رو ساقط کنه میتونی همراهش بری، برو پرچمتو جدا نکن. از جایی که پیروز شدی، خب میری اگه تو حزبش، تشکیلاتش، شعبه خودش کارشو پیش میبره،
اونم با یه عالم شوراهایی که از داخل کشور میاد، از کف جامعه میاد، شورای محلی میاد، سندیکای کارگری، احزابی که احزاب کارگری، احزاب چه میدونم سرمایه‌داری، احزاب لیبرال، احزاب دموکرات، احزاب رادیکال. این آزادی رو الان ما ایرانی‌ها حقمونه بهش برسیم. اصلش هم اتحاد و همبستگیه. همین برنامه 4.5 سال داره اجرا میشه، اسمش همبستگی نوعه. روز اول این فکر ما بود، با مشورت داخل زندان و مشورتی که بیرون زندان کردیم آمدیم انجامش دادیم. الان ببینید در داخل ایران وقتی مردم دارن با نیروی پلیس یا سپاه یا بسیج میجنگن، این با اون نمیگه تو چجوری فکر میکنی، تو سلطنت طلبی، تو مجاهدی، تو توده‌ای، تو اکثریتی، اقلیتی، اینا کجا اومد میجنگن با هم. در داخل مردم تفرقه ها رو ندارن، چون با موضوع واقعی روبرو، با هیولای ولایت فقیه روبرویند. ولی اینجا یه دی نفسشون از گرد در میاد. خونه های چند میلیونی دارن، زندگی آنچنانی دارن، هزاران دلار هم درآمد دارن. این هم گاهی بیان مثلا یه کتابی بخونن، یه سخنرانی کنن، یه تشویقی هم بشن. وقت به امثال من کارگری که هم کشته دادم، هم زندان رفتم، هم شکنجه شدم، هم برادرم کشته شده، هم از لحظه که تو همین خارج جونم رو نجات دادم آمدم دارم می جنگم روزی 20 ساعت مثل یک کارگر جون دارم میکنم، این گنده میشه. به این بلنگو ندین، به این کریبون ندین، این اما تنهایی از همه همون گنده تر این رسانه داره. اینجا خودمون فقط حرف بزنیم، دوربینا فقط مال خودمون. کی؟ کسایی که سابق همه اصلاح طلب بودن و به روحانی رأی دادن و بعدم که بیان سخنرانی کنن بخوان بگن رفراندوم، بعد ببینن من اونجا ایستادم جرأت نکنن بگن رفراندوم زیر نظر سازمان حقوق بشر و سازمان‌های جهانی. تا دیروز همشون رأی میدادن، خیلی‌هاشون. حالا میخوان کاسه داختر از آش بشن، پرچم سرنگونی را اونا دستشون بگیرن. ما به واسطه هزینه‌هایی که دادیم وای میسیم اوکی دستت بگیر، ولی انحراف نکشون. دوباره اگه یه صدای اصلاح طلبی و استمرار طلبی حکومتی بلند شد، مردم رو گول نزن دوباره، نبر دنبال این جنایتکارهای آدم کنید. تک تک این استمرار طلبان باید بیان محاکمه بشن، باید بیان جواب بدن. در کشتار دهه 60، در راه انداختن جنگ، در ادامه جنگ بی خودی که تا سال 68 ادامه پیدا کرد، اون همه آدم، نزدیک 1 میلیون آدم کشته و آوارو و زخمی، صدها هزار خانه رو ایران شد، چه میدونم نفت از بین رفت، کشاورزی از بین رفت، هزاران هزار ایرانی اسیر شدن، از بین رفتن، فقط واسه حماقت، خودخواهی و منفعت طلبی همینایی که تا امروز هم هر جوری هست میخواین نظام ضد بشری آدم کش رو حفظ کنن. یه روزی با لباس بنفش، یه روزی لباس سبز، یه روزی لباس گربه، یه روزی لباس موش. بعد شما نگاه کنید یه نمونه، الان مردم موفق شدن شارودی رو محاصره کنن در هانوفر آلمان. سمیعی جنایتکار و نوکر حکومت هم افشا شد کاملا، دروغاش هم رود شد تو تلگرام به عنوان جراح. میگه من فقط میرم ایران دوستا و خانواده رو میبینم، توی فیسبوکش یه جایی نوشته. بعد جوانا در آوردن، جوانایی که بلدن، عکس با طائب داره، عکس با رفسنجانی داره، عکس با روحانی داره، عکس با مسئولین اطلاعاتی سپاه داره، نشسته چفی گردنش انداخته، با سعید طوسی بچه باز عکس داره، همزوی شنینا. بعدم میخواد بره اونجا بیمارستان نمیدونم چی مغز درست کنه زیر نظر کی؟ رئیسی، آدمکش بزرگ در مشهد، آستان رضوی. اگه تو مرد باشی آقای سمیعی، چرا بری آستان رضوی؟ بگو ای ایرانیا، نفری مثلا اونا که دستشون به دهنشون میرسه 10,000 دلار، اونی که نمیرسه 1,000 دلار، اونی که مثل ما کارگر و گرفتار مای 100 دلار، بدین خودتون ما یه دیوارسان مستقل درست کنیم. حتما باید بره زیر بلیت آستان قدس رضوی که امکاناتش مزایاش مال این حکومت کثیف و مال رئیسی ها بشه. آقای سمیعی، شارودی جنایتکار اونجا خوابوندی، معاینه میکنی، گرونترین بیمارستان تخصصی دنیا، بعد میگی من اینو نمیشناختم، بعد عکست میاد نشستی اونجا داری بهبه و چجه با آخونده و با شارودی میکنی. فیلماشو اگه عکساشو داره اتاق فرمان بتونن پیدا کنن بذارن ببینن حرف من مستنده، اگه یه زحمت اضافه است میدونم، ولی اگه پیدا کنید بذارید خیلی خوبه مردم بشناسن این کثافتایی که به عنوان اصلا متخصص و قهرمان ایران همه پوزم میدن، بعد همه نوکر حکومت. حالا بگذارید شارودی ها اونجا فراری دادن مردم،
با اون نامه‌نگاری به دادستانی رفتن، بیمارستان محاصره کردن، عکس دادن، شعار، تظاهرات، تمام مردم آلمان فهمیدن یه جنایتکار مثل فاشیستای جنگ جهانی اینجاست. اون وقت یه عده‌ای مرسی، بله همین عکس‌های دیدنی مردم باید اینا هزار دفعه ببینن که چه ریاکات دروغ میگه. خب بابا من نوکر حکومتم، چرا میگی من با اینا رابطه‌ای ندارم؟ و عکس‌های دیگه هم اگه پیدا کردید یا فیلم و ویدیو هم بذارید من ممنون میشم و تا فرمان. و بعد حالا توی همه منظور هنرمندای حکومتی بود و انحرافی و همین کسایی که الان هم میخوان بگن ما براندازیم ولی باز پرچم اصلاحات و دستشون یه جورایی بگیرن، ظاهر خیلی چپ، ظاهر خیلی دموکرات، ظاهر خیلی مثلا آنچنانی، ولی بازی ها ببینید چه پیچیده است. خانم گوگوش و آقای مثلا ابی توی این وضعیت که هانوفر یه شهری شده سیاسی کاملا برای ما ایرانی ها و همه ایرانی ها حواسشون روی حمایت از جنبش های داخلی ایران هست و همه دارن سعی میکنن این انقلاب پیروز بشه، وسط ماجرا به جای اینکه اونجا برن بپیوندن به مردمی که چون تو هانوفر این الان دیگه دو روز زودتر میرفتیم، خانم گوگوش من اولین بار بجز حکومت دارم به دو سه نفر پایین تر از حکومت یعنی خامنه ای و ساختار حکومت میپرم، چون واقعا این پروژه رو نمیشه رها کرد، اون پروژه هاشمی شارودی، چون بنگر اینه هیچ حکومتی در آینه نمیتونه از ایران بیاد بیرون و حیات خلوت امنی باشه. ما حیات خلوت امنشون ازشون گرفتیم، دیگه نمیتونن اون بازی رو بکنن، این همه آدم کشتن. بعد بیاد اونجا درست تو هانوفری که الان این کار بزرگ شده، شارودی فرار کرده، ظریف اومده و بچه برده، حالا چند میلیارد باجم با آلمان دادن نمیدونیم، اینجا میخوام کنسرت بذارن. جالبه تو شهری که یه همچین مبارزه شده به جایی که بیار اول اونجا برن به مردم شهر بپیوندن، از ایرانی ها خواهش کنن بیان بگن آقا ما هم تو این جنبش با شماییم، ما هم از این کشته شده ها دفاع میکنیم، ما هم از این کارگرها، این جنبش همش زحمت کشان ها کشته میشن، تمام بچه ها بچه پای شهر هم بچه مظلومین و محرومین هم. بابا نامردا شما با پول این مردم میلیارد شده عشق واسه خودتون میکنین، اینجا پوز واسه خودتون میدین، ما هم جواب بودیم دوستتون داشتیم با آهنگاتون حال میکردیم، حالا تو میای اینجا واسه من کنسرت هانوفر، درست تو هانوفر یعنی اونجا که مردم پیروز شدن یه مبارزه رو بردن، اینا آهنگ و موسیقی حواس مردم رو پرت کنن، در حال آرزو کنم بیان تو صفوف مردم برانداز بشن شجاعت. بله پایان برنامه من سیم اتاق فرمان میگن سرود برای مردم بخونید، برای این جوانای زندانی، برای کشته شده بخونید، برگردید به عاشق آغوش مردم، چه پاسداری، چه بسیجی، چه هنرمندی، چه هنرپیشه، بس دیگه دوران سرنگونی فرا رسیده، ما منتظر پیوستن شما هستیم، اتحاد، مبارزه، پیروزی، بدرود.